به بحث قدیر چند تا نکته رو به عنوان جنبندی میخوام از یه بحث سندیه که مطرح کردیم، تواترش رو سعی کردیم ثابت کنیم. بحث بعدی دلالیه که ما بحث دلالی رو جلسه پیش به صورت منبر علمی پیش بردیم، یعنی نیمدیم عرض کنم خدمت شما اثبات کنیم مسئله امامت رو در حدیث قدیم. یه نکتش اینه که همونجور که قبلا عرض کردیم اینه که در مسئله قدیر اونی که شیعه قبول داره نص جلیه، اونی که آقایون نقل کردن نص خفی هم حتی میگن نیست. چند تا قرینه میخوام بخونم یا اتون باشه قبلا عرض کردیم تا ما زیر ساخت فکری اینا رو تخریب نکنیم اینا اصلا حرف ما رو نمیفهمن. یه نکته قبلش بگم بعد اون مسئله تحمل شنیدن فضیلت امیرالمومنین در تاریخ ببینید چه جوری بوده. نمیتونستن بشینن و شما فضیلت بیان کنید. وقتی این تفکر توی طرف باشه شنیدن روایت مثل قدیر با اون ابعادش تحمل ناپذیره، برای هم نقل نمیکنه. ولی اینجوری به شما بگم، ابو حنیفه در دوران زعامت خودش انحرافات وحشتناکی رو شاهد بود، از جمله مثلا عرض کنم خدمت شما که شاهدش تیراندازی به قرآن توسط خلیفه مسلم. ولی هیچ جا نداریم ابو حنیفه به این انحرافات و قتل عام ها واکنش نشون داده باشه. اما وقتی اعمش روایت نقل میکنه که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه قاسم الجنت و النار، سفر میکنه، حتی هر دو کوفی هن، ولی از جای میاد و خودشو به اعمش میرسونه. سلیمان اعمش هم از سنی های بسیار مهم به اهل بیت، خیلی هم چک خورده و کتک خورده برای عرض کنم خدمت شما که نقل فضائل امیرالمومنین رو یادم افتاد. یه چیزی هم که شاید نشینده باشه درد بکنم از این اعمش، من این اعمش رو دوستش دارم، چون کسی که تو اهل سنت باشه و جگر کنه و امیرالمومنین از مظلومیت در بیاره خیلی جهاد بزرگی، و نمیشه این آدم محب نباشه اون کار رو بکنه، بازیگری کنه، چون از حقوقش قطع میشده و خطر جانی هم داشته. چه قرضی بوده؟ جز بدبختی هیچی نبوده دفاع از امیرالمومنین. حالا فاصله دارن آخه، حالا عرض میکنم احمدش ما لوران منصور دوانقی اینش خیلی شرط سختی داره. بله، منطقه بازم زمان همش بدتره، چون اون عوام زمان نسائی دیگه امیرالمومنین خلیفه چهارم قلمداد میشه، زمان همش امیرالمومنین قبرش مخفیه، خلیفه چهارم هم میشه، یعنی دورانیه که سخت‌تره. مثل اینکه امروز کسی طرفدارای قاضی باشه، هیچ اتفاقی تو نجف سال 1355 قمری کسی طرفدار قاضی میبوده، این فلاکت محض. اون موقع طرفدار هنره طرف داری. الان که الان که همه گاهی التماس دعا با آقا معاهد و اهل سلوک و کلی هم خلاص داره، از گشت جدا شده و به هم رفته و کلی تعریف میکنه. ابو حنیفه این عبارت هم مال مرحوم عبدالعزیز طباطبایی که نوه صاحب قربه است، خیلی محقق بزرگی ها متاسفانه کسانی که اهل پژوهشن گمنام وجوهات نمیداده، خلاصه مقلد نداشت، هیچ که نمیشناخته. ایشون یک کتاب داره اهل البیت فی المکتبه العربیه، اهل البیت در کتابخانه های عربی چند تا کتاب راجعشون نوشته شده، 874 کتاب و اسم میبره که هر کدوم کجا چاپ شده و کجا نسخه خطیش موجوده. اهل البیت چاپ کرده، سایت رافد هم برای دانلود گذاشته. بعد ایشون نام رافد، فارسی بزنید رافد تو گوگل میاد و قسمت مکتبه احرالات مکتبات عربی هم میتونید دانلود کنید. معلوم است عبدالعزیز طباطبایی خیلی آدم بزرگیه. این القدیری که امروز مؤسسه های شاهرودی چاپ کرده، بله، چهارده جلدی، این قایی که آخر فاورقی ها داره، این کتاب به تصحیح و تعلیق مرحوم صدر عبدالعزیز طباطبایی بین محقق نسخه جانت و آقا عزیز معلوم، ایشون نقل کرده توی مکتبه العربیه این حرفو.
میگه ابو حنیفه کوبید اومد به عمش بگه که عمش میگه اینقدر حالش بد بود که به بالشش تکیه داده و در واقع این درازکش بود. حالا مثلا فرض کن ابو حنیفه یه بزرگیه دیگه، مثلا شیخ ازهر الان بیاد وارد شما نمیخوابیم که، ولی من هم مذهب هم هستم سنیه. میگه خوابیده بود، بعد اومد بهش گفتش که سلیمان داری میمیری، از خدا بترس. یعنی اومده نصیحتش کنه. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی دیگه مطهر نکنم، یعنی تراب نخورم، یعنی چی دارم میمیرم از خدا بترسم؟ میگه این شنیدم چیزایی نقل میکنی، نقل نکن. میگه چی نقل کنم؟ میگه شنیدم گفتی که علیون قاسم الجنت و النار. میگه من مفهومشو گفتم، روایتی دیدم که این مفهوم برداشت کردم. میگه چه روایتی دیدی؟ میگه که دیدم رسول خدا فرموده عهد النبی الامی، احنا از قول انگرمین هم از افراد دیگه، انهو لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق. پس دشمنش مؤمن و بهشتی، دوستش مؤمن و بهشتی، دشمنش هم مبغض و منافق. پس قسیم الجنت و نال علی ابن عطار، یعنی اون روایاتی که ما داریم خودی هازا ذریع هازا رو نه، اونا رو ندیده که مثلا ما از ائمه داریم که امیرالمومنین وای میسته میگه به آتش خودی هازا و ذریع هازا، اینو بگیر اونو ولش کن، اونو ندیده. میگه اون روایاتی که خودمون داریم که یا تو اون روایاتی که مخاطب کس دیگریه که در مورد امیرالمومنین میگه که مثلا حبه ایمان و بغضه نفاق، یا لا یبغضه الا المنافق لا یحبه الا المؤمن، از این روایات متعددی که واقعا میگه من اینو که دیدم فهمیدم معیار علی بن ابی طالب. بعد میگه ابو حنیفه ناراحت شد بلند شد قهر کرد. یعنی چرا نقل کردی باعث شده بیاد نصیحت کنه، ولی ندیدم که برای تیر به قرآن زدن رو نصیحت کنه. یعنی برای نقل حدیث فضائل امیرالمومنین نصیحت میکردن مردم نکنه این کارا رو، این حرفا چیه میزنی؟ یعنی بصیرت داشته باشی نمیگی. چرا؟ چون این حرف معلوم افضل کیه. عرض کنم خدمت را، همین سلیمان همش میگه که یه شبی وارد در خونمون رو زدن. خوب دقت کنید، حتی همین که تا اهل بیت هم اومده، میگه که در خونمون رو زدن، من دیدم نیمه شب کی میاد در خونه منو بزنه، الا این که لابد روایتی از علی ابن ابی طالب نقل کردم که منصور میخواد منو بکشه. یعنی شما نگاه، این حس کی به آدم دست میده؟ این حس وقتی دست میده که استمرار باشه توی مسئله. باز من حواسم نبوده، یه جا ضبط میشده، یه چیزی گفتم، اطلاعات اومده منو بگیره. این مال وقتیه که یه نفر هی اومده باشن سراغش، یا تو جامعه بگن یه کلمه راجع به علی بگی پوستتو میکنن. توجه میکنی؟ خیلی عجیبه. میشه تاریخ رو فهم کرد که میگه من دیدم نیمه شب در خونمون رو زدن، اومدم گفتم که کیه، گفتن منصور دوانیقی تو رو احضار کرده. میگه من گفتم به من چند لحظه مهلت بده، سریع غسل کردم، غسل شهادت کرد. گفتم چون اینا که میکشتن به عنوان کافر میکشتن، گاهی بدنا رو رها کردن حیوان بخوره، یا رها میکردن یه گوشه ای بپوسه، یا معلوم دفت کنن دفت نکنن، دید دست کسی بهش نمیرسید، قصد کردن، بعد کافور به بدنم زدن. یعنی این که بعد، یعنی این که خودش الان یعنی میگونم گفتم تمام شد. بعد که رفتم سراغ منصور نصف شب، دیدم جلاد هم وایستاده، نت همین سفره چرمی هم پهنه. من گفت بیا جلو، من جرات نمیکردم برم جلو. گفت بیا جلو، با تحکم گفت بیا جلو. بعد گفت بوی میدی احمش، بوی کافور میداد. بعد گفتم که در خدمتم. گفتش که برات میخوام یه چیزی نقل کنم، اینم تو شنیدی یا نه. بعد یه فضیلتی از امیرالمومنین و حسن امام حسین برای من گفت اون شب. حالا چی شد که ما میگیم عرض معدا اکل حجه ما مالک من الحجج البالغت علی جمیع خلقک. بعد من گفت اینو که از من جایی نقل کنی پدرت در میارم، میخوام ببینم تو اینو شنیدی یا نه، اگر درست نگی گردنتو میزنم. حالا چی شده بود که تو اون نصف شب منصور میخواست این فضیلت رو واسه من بیان کنه؟ جالب اینه که در خونه زد گفتم
از منصور طرف منصور آدم تمام شد کار. یعنی اینقدر نقل عجیبه. یا مثلا فرض بفرمایید که در روایت اومده از روات برجسته بود، نشسته بود منبر درس، حدیث طی رو بیان کرد، سرایدار اومد یقه نگه به پرتش که بیرون جاش آب کشیدن. یعنی انگار سگ رو منبر نشسته. چرا؟ چون فضیلت نقل کرده. یعنی چقدر کار فرنگی باید بکنی که اون اتفاق بیفته که مثلا فرض بفرمایید یه نفر یه کاری بکنه، شما برید طرف رو بندازی، استاد کرسی درس داره، اونو بندازی کنار، بگیرید زیر پاش آب بکشی، دوشک رو مثلا برن بشونن بردارن بیارن. خب تو این شرایط معلومه که کسی جرأت نمی‌کنه بیاد فضائل بیان کنه، و اون کسایی که فضائل بیان کردن واقعا مرد بودن و خدا پدر مادرهای ما رو حفظ کنه، اونایی که هستن و رحمت کنه که دنیا رفتن که ما رو تو این دامنها بزرگ کردن. ابن عبدالحدید میگه ما اقول و فی رجل اقربه اعداء و خصومه بالفضل. بعد میگه تو میدونی که وقتی بنی امیه به سلطان الاسلام مشرق و مغرب رسیدن، یعنی استیلا پیدا کردن به همه جهان اسلام، اینا شروع کردن تبعد و مادهی، دشمنی کردن با مادهین علی بن ابی طالب، بل حبسوهم و قتلوهم حتی حذروا ان یسمی احدا باسمه. اگه کسی اسمش رو علی میذاشت بیچارهش میکردن، اسم بچه‌ش فراموش بعد میشد. بعد میگه اما عجیب اینه که علی بن ابی طالب و حب علی بن ابی طالب و فضائلش کان کل مسک، مثل مشک پوشی، کلما ستره هر چی بپوشونیش انتشر حرفو، عطرش همه جا رو پر کرد، و که ضوء النهار مثل آفتاب وسط روز بود، ان حجبت انها عین واحده، یه کوری بود بگران تاریکه، ادرکت ها عیون کثیره. و میگه معجزه علی بن ابی طالب اینه که واقعا همینطوره، هر حکومتی وایساد مذهبی رو از بین ببره از بین بره. یعنی وقتی قرن هفتم گفتن معتزله بودن حرامه، معتزله بر افتاد. وقتی مزار اربعه رو رسمی کردن، فقه طبری و اوزاهی و اینا بر افتاد تموش. قاعدتا باید هیچی از امیرالمومنین معلوم نمیشد، که تاریخ نوشته که سعی شد مثلا فرض فرمایید شامی ها میگفتن آره این کیه ما داریم لعنش میکنیم، گفتن شوهر عایشه است، هی دعوا میکرده با زنش که عایشه باشه، یعنی علی بن ابی طالب، پیامبر عصبانی شده لعنش کرده. یعنی این چیزی بود که از همین جور مونی میشناختن در شام. یعنی اصلا اینقدر همه چی قاطی پاتی بود، کسی نمیدونست کی به کیه، فقط دشمن علی بودن. یعنی که بدترین تهمت این بوده که بیان فضیلت امیرالمومنین بیان کنه. حالا تو این شرح ما میخوایم بحث کنیم، اگر قرائن نیست طبیعیه که نباشه، چون اون قرائن هایی کسی بخواد نقل کنه، قرائنی که شیعه میگه که امامه گذاشت و دستشو بلند کرد و مردم رو نگرد داشت و رفته ها برگردن نایمده ها بایستن برسن فلان، این که امامت با تابلو. من یه مثال میدنم شما ببینید، وقتی ماجرای حدیث طیر مطرح میشه، ابن طاهر که یکی از معروفای علم رجال اهل سنته، میگه اگر این روایت رو پیغمبر گفته باشه دلالت میکنه پیغمبر نبی نیست. توجه میکنین؟ یعنی ببینید دشمنی تا چه. آقا فرض کنید پیغمبر میخواست بگه اللهم اعتنی به احب به خلق که الهی، فرض کنید میخواست بگه فحشه به کجاست این که یعنی پیغمبر نیست، میخواست بگه خدایا محبوب ترین فرد خلق نزد خودتو با من هم قضا کن، این چه حرف خلاف مثلا آیا پیغمبر مثلا ادعا کردن با ملائکه ازدواج کردن، اونم ملائکه خدا سه تا دادین، چرا پیغمبر نیست؟ اگر این پیغمبر بود اینو نمیگفت، اگر روایت طیب درست باشه پس پیغمبر نیست. یعنی وقتی شما اینجوری بستی برای اینکه به هیچ، یا مثلا میگن فلانی فکر میکردم از محدثین بزرگ باشه خیلی حاضر بود، ولی وقتی دیدم حدیث طی رو نقل کرده ازش برگشت. اونو ابن طاهر رجالی معروف در اهل سنت،
افعال زیاده، مثلا ذهبی در مورد حاکم میگه، میگه ذهبی، ذهبی در مورد حاکم میگه خیلی آدم بزرگیه، ولی وقتی دیدم حدیث طی رو نقل کرده، در حالی که حدیث طی اینقدر طریق داره که خود ذهبی میگه اینقدر طرقش زیاده که فلانی 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 هر کدوم افرد له کتابن، مثل قدیر براش کتاب برا طرقش نمیشه، واسه پنج تا طریق کتاب نمینویسن. من یقین کردم اصلی داره، ترجمه کنی. با اینها وقتی میخوان یه راوی رو بکوبن میگن غیر ثقه له کتاب مفرد فی حدیث تک، یا روا حدیث تک. وقتی میخوان میگن خیلی فلان فلان شده است، مثلا خیلی عوضیه، میگن حدیث تک نقل کرد. چرا؟ چون حدیث تک دلالتش بر افضلیت تامه، احب به خلق که الی، احب به خلق الله، یعنی افضل دیگه، یعنی برشوی احب بخلق، و جز معتزله امامو افضل میدونن، بنابراین همه فرق اسلامی امروز میدونن احب بخلق یعنی امام. لذا مثلا فرق این ابن تیمیه که تو ولی کل مؤمنین بعدی، این بعدی حتما جعلیه، چون اگه بعدی باشه ولی کل مؤمنین میگه رفیق هر مؤمن، ولی کل مؤمنین بعدی، بعد من که بعد بینان فرقا از این نواز رفیق باشیم که معلوم این رفاقت نیست، ولایته. میگیم بعدی، کلمه بعدی جعلیه، نمیگه یکم حدیث صحیحه بعدی جعلیه. به چه دلیل آخه؟ میگه چون اگر باشه امامت خلیفه اول باطل. یعنی قرار در نپذیرفتن حدیث طیر هم همینو میگن، میگه اگر حدیث طیر درست باشه که امامت خلیفه اول باطل، پس جعلیه. بعد حالا حرفای عجیب قدیب اینا رو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه اگه وقت خواستیم که بحث کنیم، باید بکوبیم تو سرش، بگیم شما ها اصلا خواستید نپذیرید، خواستید که نپذیرید واقعیتو. میگه که آقا دهلوی میگه که لابد اون موقعی که خود فرمان برمید اللهم اعتنی به حب خلق که الیک حتی یه کلمه یه حاضر تای ابوبکر در شهر حضور نداشت. یعنی داری بالبال میزنی که نپذیری، میگه لابد ابوبکر نبوده، چون یعنی چه حب خلق که الک که قرارش علی باشه که کار تمامه، پس اون حضور نداشت. یا مثلا میگه که اونیکی میگه که آقا احتمالا منظورش از اللهم اعتنی به احب خلق که الک، به احب خلق که الک، یعنی اون کسی که من باهاش بیشتر حال میکنم هم قضا بشم، منظور محبوب تر در هم قضا شدن است، نه در حضرت خوشمزه میگه. آره مثلا خیلی یعنی دلوپی میخوردم حال میکنم مثلا. چقدر بیانصافی در فهم حدیث، چرا این بیانصافیه؟ برای اینکه علقه نمیذاره که این حقیقت رو بخواد اعتراف کنه. اگه خود حقیقت رو اعتراف کنه، من اینو بارها هم عرض کردم، دو تا دعواشون شده بود، طرف یه 30 میلیون یا 17 میلیون همچین چیزی بدهکار بود، مثلا این دوتا اومدن پیش من داوری کنم، این با طلبکار رو آقا این جواب این چک ترچک و این 30 میلیون فلان روز ریختم 17 میلیون فلان روز، میشه چقدر؟ اون بدهکار هایی میخواست بگه خب 30 با 17 باید میگفت 47 باید 47 رو میکنم، نه اینطوری نیست، ببین بذار اونجوری که من میگم، یعنی جمع که بلد بود، اما این میخواست اعتراف کنه، باید جلب کنه پول میداد، بذار آخر گفت مثلا نمیفهم شما چی، یعنی 30 و 17 چقدر میشه رو میفهمید، من بهتر بود بگه من اصلا نمیفهمم شما چی میگی، بیان نفهم عب نداره، من نفهم پول نمیدم. اینجا همینه، یعنی میفهمه که عب به خلقه که الگ معناش معلومه، منطقه خب باید یک کاری کنی که از اون حقیقت فاصله بگیر. لذا عرض کنم خدمت شما، وقتی به حدیث قدیر میرسیم با همین نفهمی های عمدی مواجهیم، نفهمی عمدی. نمونهش اینه که اینم باز جالبه، فخر رازی به آیه تطهیر که میرسه، یا انا ولیکم الله، میگه حرف نیست، کی گفت اصلا انما لا تدل لا علی الحصر، بلی مثلا یدل لا علی التأکید، اصلا کی گفت اصلا انما بر حصر نداریم؟ خب من یه وقتی به بعد از رفاها گفتم بیایید برید انماهای قرآن رو از تفسیر فخر ببینید، شاید ده ها مورد اینا پیدا کردن که فخر رازی میگه خب اون که حصر هستن، اما به آیه تطهیر و آیه ناولی کالا گرمان که اصلا چی گفته،
این همونه که یعنی ولو این که خودش هم ممکنه اون لحظه متوجه نشه، یعنی خود آدم خودش هم خودشو گول میزنه گاهی، مثلا میگه چرا دو شدی، مگه مستن قلیپور کنارت نبود؟ یا قسمت نبود دیگه، دیدی؟ یعنی خودش آدم خودشو گول میزنه، من توفیق نداشتم. این توفیق نداشتم و قسمت نبود، این توجیه اون بلا و علقا معاذیره. اگه آدم به خودش رجوع درست کنه میفهمه. این هم همینطوریه. اما حدیث قدیر اگر کسی واقعا فهم صاف داشته باشه دلالتش بر امامت تامه. چرا؟ چون معنای ولایت مولا ریشش از ولیه به معنای قرب، دو چیز وقتی به هم خیلی نزدیک بشن که دیگه هیچ چیزی بینشون نباشه، حاجبی بینشون نباشه، اینجوری نباشه، اینجوری که بشه میشه ولی هم دیگه هستن، یه رابطه قربه. منتها شما وقتی به قرب خدا برسی مثل آهنی که در آتش میره، نتیجه این قرب آهن سرد حرارت پیدا میکنه، کم کم اونی که قاهره ازاله میکنه اوصاف دیگری رو، فانیش میکنه و در بعد باقیه به صفات خودش میکنه. داشت یعنی قاشق رو بکن تو آتیش، تو زغال در بیرون نور داره، در صورت قاشق که نور نداره. این همون حاله که عرفا میگن، یعنی به واسطه قرب به عرض کنم ولی اولا ولی بالاتر این اوصاف رو پیدا میکنه. اگه قاشق همیشه تو آتیش باشه همیشه نور داره. اینی که اولیا ائمه خدا رو که شیعه قائل اینا حال نیست، مقامن مستقرین فی امر الله، لذا همواره اون نور رو داره، همواره صفاتش صفات خداست، همواره خدا رو بروز میده، همواره تجلی خدا. این اصل ولایت مولویت یعنی این. حالا میگن من کنتم مولا، مولا یعنی دوست. خب این از عوارض اون حقیقته، وقتی دو شیء اینجوری به هم نزدیکن که یکی یا هر دو نسبت به هم حالت ولایت دارن یا یکی قاهر بر اون یکی، خب اینا به نسبت به هم سنخیت پیدا کردن، محبت هست. از نتایج ولی محبته، از نتایجش نصرته. شما تو قاشقی که تو آتیشه رو بخواید سرد کنی، تا وقتی که تو آتیشه اون حرارت نمیذاره سردش کنی، آب بپاشی آتیشه اطراف نمیذاره اون قاشق رو سرد بشه، نصرتش میکنه. از نتایج ولیه، یعنی یه معنای حقیقی داره مولا، اولا به تصرفه، یعنی او رو تحت تصرف خودش قرار میده. محبت رو عرض کنم خدمت شما، نصرت هم از عوارضشه نه معنای اصلیشه. معانی دیگه هم همینطور. مثلا فرض کنید که عرض کنم خدمت شما که همسایه اگه گفتن همسایه به خاطر این قرب ظاهری که هم دارن و امور همت بهشون میگن ولی. پسر عمو اگه گفتن از این جهت که عرب عمو برای عرب مثل پدر قلم داد میشه و ولو اینکه مثلا این عموی 600 نسل اونورتر بود، اینا باشن پسر عمو کنن. عرض کنم خدمت شما که همه این معانی معانی دلالت تزمونی مولا هن. یعنی بخشی از حقیقت رو داره بیان میکنه. البته قبلا عرض کردیم که منصور و محبوب که اصلا التزام، این اصلا معنا نیست، خارج از معنا، آره لازمشه، ولی کلمه اولا و تصرف تطابق با همش داره. این عبارت، این حرف مال شیخ مفید رحمت الله علیه تو رساله معانی مولا فی البیان، میگه یک معنای حقیقی داره، تمام معانی برگرده به یه معنا. اگر کسی بتونه در یه معنای لغوی در یه لفظی مثلا میگن این، بگن این چشمه جاسوس طلا چیه، بتونه به یک وجه همه معانی به یه معنا برگردونه، همه دیگه چیزه مثلا شعبده بازی که نیست، یه معنایی داره ریشه یه ولی قربه داره همه یه معانی به یه معنی برمیگردونه، پس فرد اکمل کیه؟ اولا و تصرف. اگر معنای حقیقی مولا اولا و تصرف باشه که من کنتم اولا روشن، اگر اشتراک لفظی باشه
ما از اونجایی که فرد اکمل اولا و تصرف یک قرآنی که جلسه پیش ما به کار بردیم نشون میده که اکثر استعمالن انصراف با چیه؟ یعنی یا حقیقتن اولا و تصرفه یا انصرافن اولا و تصرفه. چون شما مولا میشنوی، مثلا فرض کنید که بشنوی خاک، اگر ده تا معنی داشته باشه ذهن شما میره مثلا ما خاک باغچه داریم، این خاک های غیر طبیعی دیدین گله های مثل آلوه برای تو آب میگذارن، اونا بهش خاک میگن. وقتی شما خاک بشنوی بلا مجازن هم ممکنه بهش نگن تا. یا سنگ بگن، سنگ انصراف به این سنگ های زمینی داره، یعنی سنگ آهن و سنگ طلا و سنگ الماس هم سنگه، ولی انصراف به این سنگه. بگه ما هم معامله کردیم سنگ بفروشیم، بگه تو من باید 5 کیلو سنگ بدی منم به تو 1000 تومان بدم، بعد شکایت کنم اون قبول من سنگ طلا بده. یا گفتی سنگ انصراف به این داره، قاضی میگه بی خود سنگ طلا کجا بود؟ سنگ طلا فرد خاص باید بگی، اکثر استعمالن به فرد یعنی سنگه، درسته؟ یعنی یا معنای حقیقی مولا اولا تصرفه، یا اگرم کوتاه بیاییم یه پله نگیم در وضع این معناشه، معانی اشتراکی داریم 27 معنی داره، یکیش فرد اکمله و اکثر استعمالن پس انصراف آوره. پس وقت نگیم من کند مولا و فریان مولا و قاعدتا اون معنا رو داره میگه، برای معنای غیر باید یه چیزی بگه شما بفهمید. بنابراین یک کسی میخواد برای غیر مولای اولا به تصرف حرف میزنه باید قرینه بیاره، لذا سعی کردن بگم اللهم والا من والا و آدا من آدا، قرینه بیاره. ما میگیم خب یه اولا یه جواب که ابن تیمیه گفت کذبه، تهش کذبه من بلدی، ثانیاً صدرش علی صبر و بلومین به ننفس هم توجه میکنیم، نه 10-15 طریق صحیح داره، ابن تیمیه رجوعش از آن نظر نکرد. این صدرش رو چه کار میکنید؟ الستا اولانون انفسهم الدام و بالا من بالا قرینه بر محبت نیست فقط، من میگم که خدایا این امام بعد از من الدام و بالا من بالا و آدان آدا، هیچ اشکالی اتفاقا به نظر میرسه که وقتی امامتونه باید از خودتونم مقدم بدونیدش. حالا بگم این رفیقتونه دوستتون داره شما دوستش باشید اللهم والا والا آدم آدم این میشه اونم میشه هیچ اشکالی نداره، ولی الستا اولا و المؤمنین من انفسهم چی؟ فهم من کنت مولا تو بعضی از روایات فای تفریح سر روایت هست، یا من کنت مولا فعلی مولا رو شنیدیم شک کردیم قبلا از که دلالت مطابقیش فقط در یه معنا، من کنت مولا رو شنیدیم شک کردیم، روایات متعدد مفسر داریم. مثل چی؟ مثل الستا اولا و المؤمنین من انفسهم. دیگه مثل چی؟ مثل اونجاهایی که در مورد امیرالمومنین حرفایی زده شده در مورد دیگران گفته نشده، مثلا مثل مع القرآن و القرآن مع علی، اونجایی دیگه تست یا لا یهدی عنی الا انا او رجل منی، لا یهدی عنی الا انا او علی، یعنی ادای دین نمی شود درباره تبلیغ قرآن الا اینکه یا من بگم یا علی بگیم. آقای میگن چون پسرم اوشه، خب چون نمیده عباس اینو نگو که عموش بود، مگه پیغمبر قحطی پسرمو اومده بود؟ مگه توجه میکنی؟ یعنی این که توجیه، یعنی چی لا یعدی انی برای بوبی و دوستانش لا یعدی انی اشکال نداره، چون اون حق نداره بیان کنه، چون اصلا از سنخ پیغمبر نیست، بلکه لا یعدی انی الا انا او یه کسی که از منه. خب یعنی چی از منه؟ یعنی از بنی عبا از بنی هاشمه معنی نداشت، باید لا یعدی انی الا انا و رجل من بنی هاشم و تمام بنی هاشم، در حالی که اینجوری نیست، لا یعدی انی الا انا و علی یا انت منی و انا منک. تمام روایاتی رو که آقایون میخوان تک تکش رو قبول نکنن اینجا مجموعش معنی داره،
از این مجموعه معلوم میشه اگه کسی نخواد گیر بده به بحث، یا مثلا فرض کنید یادتون باشه تو روایت بود دیگه من نخواستم بیان کنم، میگه وقتی شنیدم امیرالمومنین جمع کرد، یادتون باشه عرض کردیم که حدیث قدیر دو تا متواتره، یکی از پیغمبر متواتره از بیش از 110 صحابه، یکی از امیرالمومنین متواتره، یعنی امیرالمومنین متواتره که به اینو ذهبی هم حتی تصریح میکنه و ابن الجزری هم تصریح میکنه که امیرالمومنین متواتره که احتجاج کرده به حدیث قدیر. در چه موضعی؟ در اون موضعی که جمل تمام شد، حضرت تشریف آوردن به کوفه، به عنوان چی اومد؟ به عنوان محبوب مردم، به عنوان امام مسلمین اومد اونجا پایتختش رو قرار بده. وارد شهر که شد در رهبه کوفه مردم رو جمع کرد، گفت انشد و کن بالله من سمع من رسول الله من کنت مولا فعلی و نولا. در صحیحه‌ای که وهابی های مثل شعیب برنامه قبول دارن میگه 30 نفر بلند شدن شهادت دادن، در بقیه 17-18 تا هم هست که بعد جمعش هم اینه که اونایی که هر راوی شمردن اونایی که به چشش اومده رو گفت حاضر کرد، و این خودش از بیش از 18-19 راوی رسیده همین واقعه، یعنی آن 30 تا 17-18 تاشون نقل کردن که ما بودیم این اتفاق افتاد. خب اینجا چه موضعیه که این اتفاق افتاده؟ امیرالمومنین برای چی اونجا مناشده به حدیث قدیر کرده؟ به نظر شما اونجا امیرالمومنین میگفتش که انشد و کن بالله من سمع من رسول الله که یا علی انت قاتل الناکسین، اینو نباید میگفت؟ امیرالمومنین زده جمالی ها رو ترکونده اومده در کوفه، بعد میخواد چیکار کنه؟ حجیت برای فعلش بیاره، درسته؟ نه آره حجیت بیاره. اینجا لازم بود این روایت بگه کی شما را به خدا مناشده کنه، یعنی قسمشون بده شما را خدا، کی از پیغمبر شنید که من قاتل ناکسینم؟ بگن آره ما شنیدیم، بگه پس من درست کشتم. الان موضع محبت، موضع اعمال ولایت امیرالمومنینه، اعمال ولایت به جایی که حدیث قاتل ناکسینو بگه میفهمم من گفتم مولا فعلی مولا، یعنی مخاطبی اون جمع چی فهمیدن؟ منم که ولایتم رو پیامبر تایید کرده دیگه. وقتی ناکسین هم از فرو بشه قاسدین و معارقین هم توش هست، خیلی چیزا هست، ولی اگه محبت اصلا غیر حکیمانه هست، یعنی اگه میرم تارم نمیفهمه چی استناد، این چه دلیلی هست که چی؟ بگیم آقا اونو مشکل نداشتن که عثمان رو کشته بودی که باید اعتراض کرد، توجه میکنی؟ مردم کوفه دیدن واقعا رو، مردم کوفه دیدن، برای هم خیلی نقد کرد. کما اینکه مثلا شما نگاه کنید شهادت از علی اصغر رو خیلی نقد کردن، ولی در مورد اطفال کشته شده دیگه کسی حرف نزد، از جمله دختر امام حسین. چرا؟ چون این تو چشم همه نبوده، ولی اون فرزند بزرگوار برده وسط میدون کشتن، دو تا همه دیدنش، برای همین نقد کرد. ولی مثلا شهادت از عباس و کیفیات رو خیلی نهان کردن. چرا؟ چون شهادت از عباس اون وسط میدون نیست، یه کنج میدونه، توجه میکنی یه گوش است، همه ندیدن، قتلگاه همه میدیدن، اون یه کنج میدونه. یا مثلا فرد فهمی از کردن کیفیت کشته شدن بعضی از اطفال رو این چیز که نگفتن، یا عرض کنم خدمت شما اونایی که تو خرابه طوری شدن کجا بوده که کسی نقل کنه. این ماجرای امیرالمومنین قدیر رو دوباره باز خانی کرده، عرض کنم خدمت شما تو جلو چشم مردم بوده و عده هم اعتراف کرد. از بار شوارتنادزه اون موقع به عنوان وزیر امور خارجه روسی شورویه و شوروی اون موقع دولت متخاصم با ما بود، یعنی کافر حربی بود، اومد دست دراز که امام دستو گرفت پشتش، یعنی بی تربیت بوده، اگر باباش ادب یادش داده بود به ادوارد شوارتنادزه دست میداد. بحث دینیه این، شما با کافر حربی در موضع تخاصم حق لبخند زدن، ابراز محبت و فراغون داری، مثلا وغلوز و جاهدو و اشداء و ادله فراغون داری. الان مثلا روسیه با ما در این موضع تخاصم نیست، لذا ما لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء لن يجعل الله للكافرين سبيلا، اینا حاکمه،
ولی لبخند زدن بهش اشکال نداره، چون در موضع تخاصم با ما نیست. حالا ما جنگ نداره، ما یه دولتون هم یه دولته، با هم روابط تجاری نمیم، ممکنه تجاری رابطه کشور با کشور داشته باشیم، رابطه تسلط کافر بر مسلمون نه اب نداره بخندیم. با مثلا اتریش اشکالی نداره، با چین اشکالی نداره، نفی سبیل جاریه ولی تحبیب و نمیدونم لبخند و فلانه، ولی با کسی که رسما دولت متخاصمه حق نداره. من از اینا ناراحت نیستم، یه جایی رو وهم میکنم، این دوتا طلبه میگفتم بله امام حسین مذاکره کرد، مظلوم همه این علوم هم که تاریخه، هر کی از والدش قهر کنه میره. خیلی ها گفتن منتها آقایون گفتن آقا قبول داره، در واقع آقا بله آقا اعلام موضع کرد، در واقع آقا اعلام موضع کرد، اگر نه جواب که روشن بود. اینم خود آقا قبلن تو آقا تو این شرط دیده که شرح حدیث داره، اول درسش اینو فرموده واضحه، اگر روایت کامل ببینید بحثای شیعه سنی ایناست، یعنی دشمن شخصی با همسایت دعوات میشه، برو دست بده تمام کن، دو تا ماشین تو خیابون میزنید به هم دیگه، آره تمومش کن. این فرق داره با اون کسی، وگرنه اگه اینجوری باشه که میشه روایت مقابل آیه، اصلا حجت چجوری میتونه باشه؟